چطوری بچه ها؟ خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. امروز وسط حیات در خدمتتون هستیم. قراره که به دیسترک یانگ سادن ریاکشن بریم به نام الفاتحه، اگه اشتباه نکنم. بله، الفاتحه از کانال یوتیوبش موزیک ویدیو هم هست و اونطور که توی کامنت ها نوشته بودید دیسه به آرش سرطان. حالا داستان بچه ها، کسی که نمیدونن، چند روز پیش آرش سرطان یه استوری میذاره و توش یانگ سادن رو چرسی و دیس میکنه و بیشتر هم فکر کنم برمیگرده به اون ترکی که چرسی یانگ سادن ما هم دادن، یه تیکه انگار به آرش سرطان داشتن و آرش سرطان اومد جواب داد. الان یانگ سادن رفیقایی که کلا با هم بودن، یعنی یه جورایی زوج بودن، آرش سرطان و یانگ سادن، چند تا کار، چند تا موزیک ویدیو خفن با هم دادن، اصلا جدا شدن و الان رفتن تو بیف به شدت. مشاورم چطوریاشون از یانگ سادن؟ من دیس کامل تا الان نشنیدم. از اون طرف آرش سرطان اگه دیس کنه وحشی بدون فیلتر و با فوش زیاد دیس میکنه. به شدت مشاورم چطوریا، سری بریم و بیایم و این چاکو با هم گوش بدیم. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسی. خب بچه‌ها، بریم سخت این ترک ببینیم که چطوریا. 3 دقیقه و 27 ثانیه از کانال یوتیوب یانگ سادن. بچه‌ها کانال من اگه سابسکرایب نکنید حتما سابسکرایب بکنید. من تو هر شرایطی همونطور که می‌بینید سعی می‌کنم با بهترین کوالیتی ممکن واسهتون ویدیو رو بگیرم. برو بریم. این دفعه اومدم که بدم سکتت، راستی میدونی چرا تو رو ول کرد دفعه؟ گفت چون بودی تو سکس بعد. این بده، صد بار گفت این بده، راستی میدونی چرا تو رو ول کرد دفعه؟ گفت چون بودی تو سکس بعد. دیگه این نیاز به تعریف که توضیح نداره. دفعه اومدم که بدم سکتت، راستی میدونی چرا تو رو ول کرد دفعه؟ گفت چون بودی تو سکس بعد. این بده، صد بار گفتم دیس بس اما دیس بک میاد. یاله شون خدا را سرطان خیلی از یعنی سویچ میکنه از فارسی به انگلیسی رپ کردن. یانگسترم ات خود یانگستر میکاره میکنه، ولی فکر کنم جای تیکه داره که مثلا منم میتونم انگلیسی رپ کنم. حالا کینگ بک هم یه ترک داشت خود یانگ سادن، The King Is Back فکر کنم رپ اون. شما گرمت میشه تو گم رو اون آدرس بده بیام با گنگ دو خایام بیشتر ممهای گندم خودم بیرونم و رفیقام. چه گیری دارم نصر فارسی ممهای گندم، چون جی جی یه تیک انداخته بود به ممهای گندم و الانم یانگ سادن میگه چی تازه. اون آدرس بده بیام با گنگ دو خایام بیشتر ممهای گندم خودم بیرونم و رفیقام بند و امریکن ویدامون نام جمیکن کیت ملات کلم شق اینجا مردن آسون و زندگی سخانه چند چند. این هم داره راجع به گمرون حرف میزنه، چون یه جای دیگه من شنیده بودم که یعنی کلا یه توی منطقه گمرون خیلی فاز حفاظتی بالاست و علکی نیست که مثلا اگه میگن گنگه واقعا گنگه، یعنی خطری اوضاع چیز نیست که علکی فقط بیان لفظ بیان. من بیشتر ممهای گندم خودم بیرونم و رفیقام بند و امریکن ویدامون نام جمیکن کیت ملات کلم شق اینجا مردن آسون و زندگی سخانه چند چند. بیا وسط شربندی بعد خواهید میدم بکسم هیت من کیم داد تو نست بندی گنگسونه که دستی دست بندی فوشی اینا دکور لاتم واسه بی داد تو نست بندی گنگسونه که دستی دست بندی. اوکی، میگه اگه گنگستر درست حسابی باشی نمیگیرنت. خب چون آرش سرطان چند بار گرفتن. بعد خواهید میدم بکسم هیت من کیم داد تو نست بندی گنگسونه که دستی دست بندی فوشی اینا دکور لاتم واسه ویو حتی میفروشن آدم من مقصدم تاپ 10 ورد کیپ تو این رپ بی پدر مادر. وحشی. یه سال جواب نمیگیریم من این یکی فقط واسه بکس شهرم یادت ریدی به خودت تو سنکن الان همون جان قبرتم کندن پس دیگه چاکی تو به گمرو نیا این همه دروغ جلو مردم نبا هر کسی ندونه من که میدونم چی شد با تو یک و نیمیه تو صحرا تو بگو گرگان باشه من میام شمالی ها عشق هستم. به نظرم ورس اول داشت مقدمه میچید برای ورس دوم. یکی اینکه اون بطریه داستانش چیه نمیدونم، یک و نیم لیتر که میدونم چی شد با تو یک و نیمیه تو صحرا تو بگو گرگان باشه من میام شمالی و عشق. چون گفته بود تو فری استایل یانگ سادن چیزه آرش سرطان گفته اگه خواهی داری پاشو بیا گرگان یه سر
تو بگو گرگان من الان میام. من که میدونم چی شد با تو یکونی میه تو صحرا، تو بگو گرگان باشه من میام. شمالی ها عشقن فن در میان، تو فقط بگو که بالا خواد کیه. رسیدم زنگ میزنم به داش میلاد، یایت که رفیقات کردن کیفت، دو سه تایی کونی ها کردن دیست. همون موقع بود که زنگ زدی یانگ ساد، گفتی که به خدا عجیتون گیره. بکشونو زدم من توی یه ساعت، آخه فکر میکردم حالی ترفا. اینا خیلی بده، گفتی که ادای آرسدان در ورد خیلی هم رایت آن بود. بیاد کردن کیفت، دو سه تایی کونی ها کردن دیست. همون موقع بود که زنگ زدی یانگ ساد، گفتی که به خدا عجیتون گیره. بکشونو زدم من توی یه ساعت، آخه فکر میکردم حالی ترفا قد. ولی تو انقدر جانکی و بفتلی، پدرت هم میکشه ازت خجالت. یایته که ترکیه بد دادم اکس، خواهی کردی دیدم در بنزو. فهمیدی با سمه جا خرش میره، راستی هنو میدی به بیمه قسط. دوست داری باشی شبیه اسنوپ و نیپسی، چاقی تو حتی درد عرفانم نیستی. چی کرد؟ یعنی قشنگ دست داره میذاره رو نقطه ضعفای آرش سرطان و این 100% عواقب داره. یعنی مطمئن باشه آرش سرطان بدون فیلتر تو چند روز آینده قراره که بیاد و سریع هم اکثرا دیس می نویسه. بعید نیست که حالا تا این ویدیو آرش سرطان آره دیسشو داده باشه. ولی چی میگه اونجا که میگه خیلی میخوای مثلا شبیه اسنوپ داگ و نیپسی اینا باشه، چون کلا آرش سرطان خیلی شبیه نوع رپ کردنش مثل اولد اسکول مثلا اوجی های رپ مثلا آمریکایی مثلا اسنوپ داگ اینا بچی میگه و خیلی هم وید استفاده میکنه. دوست داری باشی دیدم در بنزو، فهمیدی با سمه جا خرش میره، راستی هنو میدی به بیمه قسط. دوست داری باشی شبیه اسنوپ و نیپسی، چاقی تو حتی درد عرفانم نیستی. این مطمئن باشید این داستان داره. میره چشو گوده دریپت کی سرتا نگاییدم تو کیست شروین گایی تو عصر جدید. میگه سرتا نگاییدم تو کیست. کیست قده سرطان ما داریم دیگه. خب دوباره رفتیم تو علم پزشکی، ولی قده میتونه کیستی باشه. اگه کیستی باشه خب مشکلی نداره برای آدم، یا اینکه قده سرطانی باشه که خب سرطان داره. تو سرطان چه تو کیست هم نیست. چشو گوده دریپت کی سرتا نگاییدم تو کیست شروین گایی تو عصر جدید. تو حتی گویی نشدی تو استج، خیلی ها میگن تو نسل جدیدی. حالا بگو کی کرده کیو فیمس. داره ببین من انتال نشدم یانگ سادن دیس بکنه، ولی داره بد دیس میکنه. یعنی بد داره دیس میکنه، داره خوب دیس میکنه. خب میگه که آقا شروین اونم تو ایران تو برنامه نسل جدید اومد ترکون تا جایی که رفت گرمی گرفت، تو رفتی توی این برنامه‌ای که ام بی سی پرژو فکر کنم نشون میداد یا مناتو نمیدونم استیج بود فکر کنم، میگه رفتی اونجا مناتو بود فکر کنم و اونجا هم چیزی نشدی. گویی نشدی تو استیج، خیلی‌ها میگن تو نسل جدیدی. بدتر از اون اینو میگه، میگه که اصلا خیلی‌ها نمیدونن تو نسل چندی، فکر کنن نسل 4 نسل جدیدی، چون آرسرتون تو کریرش خیلی وقفه داشته. بعد مثلا بعد که یه دفعه دوباره اکتیو شد این چند سال اخیر، خیلی ها شفه میکنن که نسل 4 باشه، در صورتی که آرش سرطان برگردیم میشه نسل 1. شروین گایی تو عصر جدید، تو حتی گویی نشدی تو استیج، خیلی ها میگن تو نسل جدیدی. حالا بگو کی کرده کیو فیمس. سر فرستادن امریکا واسه تحصیل، بس چاقی اینقدر منو نکو تهدید. میگی میدی بالا مثل اس نیشه کارو، تو همون ویدیو هم که زدم تحت هیچ. چیه شدی هرسی؟ زنگ بزن دیلر بگو بیاره دو سه گرم شیشه، چون این دفعه سفج اومده یانگ باس وحشی به گاده نی لطیفی دیگه. اومدی تو شهرم پنگ کردم سفره واسه یه جنوبی غیر از این افته. رفیقام گفتن میزنه پشتت، گفتم به تخمت بزن بگه کسشه. هشدار داده بودم بام در نیافت اینجام، چون وردی اسم شهرمو کف کوسن و وایس تو دارم که میگفتی نیدم گنگ تره بندن. نمیخوری سنی نمیخوری سایزی پس خیلی. ببین من واقعا این ساید یانگ سادن رو تا نیده بودم و خیلی اپریشیت میکنم، خیلی به نظرم باحاله و کلا یانگ سادن خیلی سنگ گمرونه به سینه میزنه و به نظرم حتی بیشتر از چرسی. و الان میبینیم میگه که من با تو کاری نداشتم تا وقتی اومدی اسم گمران آوردی. اونجا دیگه داستان عوض یاره دو سه گرم شیشه، چون این دفعه صفج اومده یانگ باس وحشی به گاده نی لطیفی دیگه. اومدی تو شهرم پنگ کردم سفره واسه یه جنوبی غیر از این افته. رفیقام گفتن میزنه پشتت، گفتم به تخمت بزن بگه کسشه. هشدار داده بودم بام در نیافت اینجام، چون وردی اسم شهرمو کف کوسن و وایس تو دارم که میگفتی نیدم گنگ تره بندن. نمیخوری سنی نمیخوری سایزی پس ببی خفه خون بگیر آی سی. بیا اینم مهر بازنشستگی یانگ سادن دفعه میگم رو بیت حال زی. دوست داشتی بدونی ورسه کی بهتره بچه ها چیزی نمیگفتن سه نشه. با اینکه چال کرده بودم نفرت ولی نبشه قبلش میکنم یک شبه میریزن سر اکیپ. گفتم یانگ سادن اصلا تو این بادی نم، میگفت آقا من نفرت چال کرده بودم، دیس و دراما رو همه رو چال کرده بودم، تو باعث شدی که من نبشه قبرش بکنم و بکشمش بیرون بزنیم عقب اینجا. یانگ سادن دفعه میگم رو بیت حال زی. دوست داشتی بدونی بگیر میگه من
مهر بازنشستگی تو زدم به خاطر سنت که رفته بالا، دیگه میگه برو خدافظی کن بازنشست رو از راه. آی سی بیا اینم مهر بازنشستگی، یعنی تو دفعه میگم رو بیت حال زیوز داشتی بدونی ورسه کی بهتره. بچه ها چیزی نمیگفتن سه نشه، با اینکه چال کرده بودم نفرت، ولی نبشه قبلش میکنم یک شبه میریزن سرت. اکیپ اکیپ بگو واسه پول کوک زنگ میزنی بکی، وقتی که دق دق قطینه پیری دور و یاد میرن یکی یکی واسه همه آرش، واسه من بار بوده تو گمرو که میدادیم فقط بار کنه. چون فکر کنم اسم اصلی آرش سرطان بار بوده، میگه واسه همه آرش واسه من بار بوده. جالبه که آرش سرطان اسم خود یانگ سادر هم اونم مسخره کرده و گفته بود محمود، هیچ محمودی نمیشه. چی میگفت؟ هیچ محمودی نمیشه سلف مید. اینم الان میگه تو اگه اسمت آرشه واسه من همون بار بودی. زن سرت اکیپ اکیپ بگو واسه پول کوک زنگ میزنی بکی، وقتی که دق دق قطینه پیری دور و یاد میرن یکی یکی واسه همه آرش واسه من بار بوده تو گمرو که میدادیم فقط بار کنه. خدایا ببین کی برام شاخ شده، 7 کی کوک خریدی بیام تو آلبومه. چه جوری رود میشه لاد بشی واسه من، وقتی بیشتر این پلیات کار من، خودم زنده کردم تو مارکت، خودم هم کشتم تلن الفاتکر. واو واو چقدر خف، واقعا دیس قوی بود. زنیم عقب میگه که آقا تو مرده بودی تو رپ فارسی، من این دلیل این که اصلا باعث شد تو معروف بشی دوباره برگردی، من با اون ترک ها و موزیک ویدیوهای من بود که دوباره معروف شدی. الانم منی که زندت کردم میکشمت الفاتحه. تلن الفاتحه باو واو تمام. چقدر وحشی زد بچه. اگه نور و تصویر و صدای اینا بده به خاطر اینکه من الان توی استودیو خودم نیستم، ولی واقعا پشمام ریخ. از یانگ سادن اصلا انتظار همچین دیسترکی رو نداشتم. قشنگ نشون داد که آقا منی که تا الان ساکت بودم، دلیلش این نمیشه که من بلد نیستم دیس بکنم یا اگریسیو بخونم. اینم نمونهش و پرپانچ اومد دیس کرد. حالا یه تیکه گفت که آرش سرطان هیچکی نبود من چیزش کردم. جالبه این یه پارادوکس داره، چون آرش سرطان میگه یانگ سادن کسی نبود، یانگ سادن میگه آرش سرطان کسی نبود. در هر صورت ما میدونیم به عنوان مخاطب وقتی اینا با هم کار کردن واقعا دوئه خفنی بودن، و اگه بخوایم تاریخی هم نگاه بکنیم خب آرش سرطان قدیمی تر از یانگ سادن، ولی اینو بذاریم کنار، واقعا دیسترک خفن، واقعا پرپانچ و کیف کردم دیگه. دمتون گرم بچه‌ها که این ویدیو رو نگاه کردید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اونطور که شنیدم کچبیس قراره که دیس کوروش بده، نمیدونم امروز یا فردا. اگه امروز باشه که دوباره احتمالاً تو همین ستاپ هستم، اگه فردا باشه تو استودیوی خودم. و اینکه آرش سرطان هم احتمال داره که دیس بده. از اون طرف چرسی ترک داده، ایمانمون ترک داده، پیشرو ترک داده، چند تا ترک هست بچه. من هم ربات نیستم، توی کامنت ها میخونم این که چرا این ترک ها ریاکشن نمیری. من اینا همه رو که توی دو روز پیش اومده بخوام ریاکشن برم، به علاوه مصاحبه که دارم میکنم، واقعا اصلا یه خواب نمیتونم داشته باشم. شما در نظر بگیرید من به جز کار زندگی که دارم میکنم دانشجو هم هستم، دم عید هم هست، داستان زیاده. حرف دیگه نم بشه، لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو بعدی. زن زندگی آزادی. صدا رو کشتن گفتن دشمن، ندا رو کشتن گفتن دشمن، فقیر رو کشتن گفتن دشمن، حدیث رو کشتن گفتن دشمن، فردا رو کشتن گفتن دشمن، مهسا رو کشتن گفتن دشمن، نیکا رو کشتن گفتن دشمن، ایران رو کشتن گفتن. وقتی جنگ بین سیاه